دوستان عزیز سلام می کنم خدمت شما و خدا رو شکر برای یک فرصت دیگه برنامه پنجم از برنامه های سیری در تاریخ مسیحیت برنامه ویژه که با دکتر ساسان توسلی خدمت شما داریم مرسی ادوین جان این برنامه های ویژه برنامه خیلی طولانی هم خواهند بود ولی امروز تو اون, اون جلسه, جلسه رو طول نکش. تو این جلسه <applause> پنجممون رسیدیم به قرن دوم قرن و میخوایم قرن دوم رو با همدیگه شروع بکنیم و مرسی که داریم با همدیگه این کار رو انجام میدیم با هم دیگه هفته گذشته وقتی که قرن اول شروع کردیم صحبت سر این مسئله شد که مسیحیت به خاطر جفاهایی که وجود داشت گسترش پیدا کرد خب عوامل خیلی دیگه ای هم بود که کمک کرد که مسیحیت پراکنده بشه به جاهای مختلف کشورهای مختلف هم سرایت بکنه اه. امروز میخوایم اینا رو نگاه بکنیم آره یعنی امروز ما توی قرن اول یه مقدار به تاریخ‌های مختلف نگاه کردیم 33 35 49 و 50 میلادی 64 میلادی 70 میلادی تو قرن ترتیب د... تاریخی, ترتیب داشت. تاریخی داشتیم تو قرن دوم نمیخوایم به ترتیب تاریخی نگاه بکنیم میخوایم موضوعی نگاه بکنیم آه. پس توی حالا موضوعات جلسات بعد رو خواهیم گفت میخوایم تو این قرن به بدعت های قرن دوم نگاه بکنیم آه. میخوایم به یه سری از پدران کلیسا تو قرن دوم نگاه بکنیم ولی تو این جلسه میخوایم به فاکتورهای رشد مسیحیت آه. نگاه بکنیم که مد... فقط مال قرن دوم نیستن آه. هم مال قرن اولن هم مال قرن دوم و قرن سوم و چهارم ولی گفتم که چون مسیحیت خیلی زود رشد کرد در امپراتوری روم از شهر اورشلیم به قول معروف یک نهزت یهودی بعد از چند دهه میبینیم تو روم پایتخت امپراتوری کلیسا هست و بعد از سه قرن میبینیم اصلا پایتخت امپراتوری, امپراتوری, امپراتوری اصلا زیرو کرده کردش باید. پس این چی شد که این این نهزت روش کرد بدون زور، بدون شمشیر، بدون قدرت بلکه علا رقم تمام جفاها و فشارها این روش کرد میخوایم به این فاکتورها نگاه بکنیم اشاره کردی که ام، امپراتوری روم، پز... مسیح داخل امپراتوری روم میشه بله، خیلی از مردم اونجا سفر میکنن یکی از ویژگی هایی که امپراتوری روم داشت قانونمندیش. قبل از که وارد اوتلاین بشیم حالا ببخشید هفت تا کردم چون میخوام یه آیه واسمون بخونیم okay. یه آیه مهم از گلاتیان چهار چهار mm -hmm. که چون یکی از صحبت های مقدماتی که کردیم چی بود اینکه خدا داره تو تاریخ کار میکنه چطوری شد خدا داره چطوری کار میکنه که وقتی که مسیح اومد دو هزار سال پیش چه, فرا... چه زمین فراهم شد که پیغام انجیل بتونه توسعه پیدا بکنه غلطیان <applause> 4 4 رو واسمون اول لطفا بگم میگه لیگ... لیکن چون زمان به کمال رسید آه. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد آه. از زیر ش... شریعت متولد شد. حالا خیلی مفسرین اینطوری نگاه میکنن میگن اینی که زمان به کمال رسید دقیقا یعنی چی؟ آه. درسته که خدا نقشه داره برای تاریخ ولی چرا تو اون زمان خیلی وقت شده مثلا خیلی هم میگن که چرا خدا موقعی که اینترنت و کامپیوتر و ماهواره هست مسیر رو نفرستاد که همه ببینن نه مسیر تو دنیای اومد که تقریبا تمام امکانات فراهم شده بود برای توسعه این پیغام درست. پس زمان به کمال رسیده بود حتی دو هزار سال پیش وقتی که ایسای مسیح وارد این دنیا شد درست. پس میخوایم به این فاکتورها نگاه بکنیم حالا من و تو داریم از یک کتابی استفاده میکنیم حالا کتابو بعدا میتونی الان کتابو نشون بدی ارل هستش در مسیحیت در تمام قرون مسیحیت در طول قرون و یه فصل خیلی خوبی این داره این نویسنده که نگاه میکنه به فاکتورهای فاکتورهای روم فاکتورهای یونانی و فاکتورهای یهودی که چطوری دست به دست میدن زمینه هایی که در فرهنگ یونان فرهنگ و فلسفه یونان در دولت و سیاست روم و در ایمان یهودیت دست به دست میده که از طریق این این شاخه ها به قول معروف این زمینه ها مسیحیت رشد بکنه و من میخوام یه چیزی هم پرانتزی بعد اضافه بکنم نه فقط صحبت امپراتوری روم رو الان داریم میکنیم بلکه چند دقیقه دیگه من حتی میخوام بگم در شرق در ایران زمین در مشرق زمین هم امکانات خوبی فراهم بود برای رشد مسیحیت نه فقط تو امپراتوری فقط روم دنیای مدیترانه حالا وارد این بشیم پس درست. چه حالا نویسنده این کتاب صحبت انگلیسیش میگه political contributions of Romans درست. رومی ها یه سری کمک های سیا... س... سیاسی یه, خب... یه سری فاکتورهای سیاسی اجتماعی با. که به خاطر امپراتوری روم فراهم شد برای رشد مسیحیت فاکتور اول فاکتور که خدمت گفتیم ساختار سیاسی ساختار امپراتوری روم طوری بود که یک یک کشور یک امپراتوری قانونمندی بود آها. به این صورت که هرج و مرجی درش نبود و یک میبینیم که خیلی توی زمان پولس رسول هم تو که قبلا صحبت کردیم چطور پولس رسول میگه که من شهروند رومی هستم و میخواد که خودش توی اورشلیم میخواد به عنوان یک شهروند رومی مورد محاکمه قرار بگیره برای این قانون رو قانون گذاران خیلی بهش دقت میکنن که انجام بشه پس یک اتحاد قانونی یک اتحادی در این زمینه وجود داشت که بیکمون خیلی کمک آره، داره به یعنی ببین دید. مثلا ما این اس... البته صحبت نسبی هست بله. یعنی نسبت به دنیای قدیم جنگ و هرج و مرج و بالا پایینی اجتماعی آرومه نسبتا امپراتوری روم امپراتوری استیبل چی میشه ثابتی برنوار... سابت... استواری هست امپراتوری ثابتی استواری استواری در تزلزل نیست حالا قرن چهارم پنجم وحشی های اروپا حمله میکنن امپراتوری نابود میشه ولی تو این قرون یه اصطلاح هم هست اصطلاح لاتینه میگیم پاکس رومانا صلح روم حالا صلح روم با شمشیر و ارتش بنا شده ولی نسبتا جامعه در صلح نسبتا بیقانونی و هرج و مرج نیست نسبتا چون روم پیروز شده روی قوم های دیگه نسبتا همه خودشون رو جزء تو غرب داریم جزو این امپراتوری روم حساب میکنن دنیای مدیترانه از شمال آفریقا گرفته تا خاور میانه و قسمتی از اروپای مم. امروز پس این نکته ای که داری اشاره میکنی این اتحاد و قانونمندی امپراتوری باعث میشه ثبات ثبات میگیم ثبات اجتماعی به وجود بیاد و تو این ثبات مردم خب راحت تر آدم میتونه درباره مسائل روحانی معنوی فکر بکنه تا موقعی که آدم فکر میکنه همش جونش در خطر و در حال فراره دیگه چه فاکتوری رو نویسنده اشاره میکنه درباره اینکه روم چطوری کمک میکنه به توسعه مسیحیت متعاقا به خاطر داشتن قانون به خاطر بودن این نظام من بودن این امپراتوری روم خب خب امپراتوری روم از تشکیل شده از مستمرات مستعمرات مختلف اورشلیم بود جاهای مختلف بود و این تردد بین این مستعمرات و این کشورهای مختلف هم در همونطوری گفتید از یک آرامش نسبی برخوردار بود ما می‌بینیم پولس رسول بارا از شکست کشتی شدن صحبت میکنه آها. ولی از دزدای دریایی از از, ای از ای ای کسایی که کاروانها رو تاراج میکنن صحبتی نیست بنابراین من من یک یک امنیت, امنیت, امنیت نسبی امنیت نسبی وجود داشت که در تردد برای تجاری که اونجا حرکت میکردن و بر حال برای افراد مختلفی که در سراسر سر, سر امپراتوری روم میرفتن و میومدن این امنیت برقرار بود که به نظرم خیلی بیتر کمک همینا. کرده باشه برای همین مسافرت همینا. همیشه تو نام. هر اجتماعی وقتی امنیت نسبی آرامش باشه مسلما همه در صلح سل... و سل... زبان میتونن رشد بکنن نکته بعدی هم دوست دارم اشاره بکنم نکته بسیار بسیار مهمی هست دیگه چه کمکی روم کرد به توسعه پیغام انجیل؟ روم مشهور به خاطر راهش آها. راه و اون سیستم راه, راه و ساختار جاده ها. راه ها و جاده هایی که وجود داشت اونم یک کمک خیلی آره یعنی بود. توی دنیایی داریم نگاه میکنیم که از این جاده ها مردم از این برای امپراتوری میتونن تو این میکنم. جاده ها به اون برای امپراتوری برن من چند وقت پیش افتخار این داشتم که شهر افسس رو دیدم در ترکیه م. امروز و اون جاده های روم هنوز باقی مونده های این جاده ها رو آدم میتونه بعد از 2000 سال ببینه پس جاده های روم هم خیلی کمک کرد که مبشرین پیغام انجیل تو این سفرهاشون راحت بتونن از این نقطه به اون نقطه سفر بکنن و برسن حالا یه نقطه اینجا سریع من پرانتز باز بکنم همین جاده ها من میخوام یه کتاب یه کتابی که قبلا معرفی کرده بودم دوباره معرفی کنم The Lost History of Christianity تاریخ مسیحیت گمشده شده میگیم حالا صحبت مسیحیت شرقه مسیحیتی که در شرق توسعه پیدا تاریخ شده تاریخ گمشده مسیحیت تاریخ گمشده مسیحیت فیلیپ جنکینز نویسنده این کتاب تاریخدان مال دانشگاه پنسیلوانیا است و صحبت هزار ساله طلایی مسیحیت در خاور میانه آفریقا و آسیا رو میکنه که چطوری مسیحیت در خاور میانه ایران آسیا و شمال آفریقا رشد کرد برای هزار سال و چطوری این مسیحیت تقریبا نابود شد بعد از حالا بهش خواهیم رسید در قرون وسطا ولی فیلیپ جنکیز خیلی قشنگ مطرح میکنه میگه که این صحبتی که شما آقایون دارید میکنید الان بنده و شما از کتاب کرنز داریم میکنیم میگه همین حقیقت فقط نه برای توسعه مسیحیت در غرب به وجود اومد دنیای مدیترانه همین حقیقت در شرق هم بود یعنی چی امپراتوری ایران دو تا امپراتوری داریم شرق و غرب ایران و روم امپراتوری ایران هم جاده های اشاره بش کردیم جاده ابریشمی که انتاکیه خاتمه پیدا میکنه ولی تا چین میره و از طریق انت از... از انتاکیه از بین النهرین به شمال ایران و بعد به ترک... ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان و بعد به چین وقت بعد خیلی شعبه های دیگه این جاده ابریشمی داره پس جاده های ابریشمی در امپراتوری های ایران و کشورهای دیگه امپراتوری ایران و کشورهای دیگه امنیت پادشاهان ایران در صحبت اشکانیان رو داریم میکنیم هنوز به ساسانیان نرسیدیم و اینم پرانتزی بگم هیچ وقت مسیحیت در ایران دین غیرقانونی حساب نشد در روم دین غیرقانونی بود ولی در ایران پادشاهان ایران هیچ وقت جفا بود در ایران صحبتش رو خواهیم کرد ولی هیچ وقت مسیحیت غیر قانونی نبود هم. پس همون امنیت نسبی همون جاده ها، همون اه، 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 همون یه سری از همون فاکتورهایی که توسن. روم برای توسعه مسیحیت در غرب به وجود آورد پادشاهی ایران و جا سیستم عبری جاده ابریشمی هم برای توسعه مسیحیت در شرق و در ایران به وجود اومد من فقط میخوام اینو دائم داریم میگیم که فقط فوکس درسمون روی غرب نباشه بلکه اینجا ایران هم مطرح کنیم و این کتاب فیلیپ جنکینز خیلی قشنگ میگه که حتی فاصله بغداد یا تهران حتی اسم تهران میاره بغداد تهران و جاهای دیگه با اورشلیم کمتر از فاصله اورشلیم با فرانس پاریس و روم و پس حتما که اینجا اتفاق افتاده خیلی سریعتر خیلی آره بخوا... بخوا... و بعد چو... آره و حالا صحبت یهودی ها هم خواهیم کرد الان چند دقیقه دیگه پس این, این آمادگی توسعه پیغام انجیل فقط توی دنیای غرب نیست درست. امپراتوری روم هم. امپراتوری ایران هم همین فراهم میکنه این وسیله ها, ها رو برای توسعه پیغام انجیل یکی دیگه, دیگه از مسائلی که اینجا کارنز اشاره میکنه به بهش استخدام ارتش رومی بود احا. خیلی از چون مثل اینکه تو یه حدی این از امپراتوری روم از شهروندان رومی استفاده میکرد برای تشکیل دادن ساختار نظامی خودش ارتش خودش و بعد از اون میبینیم خیلی از کسای دیگر از مستمرات دیگه هم اونها استخدام میکنن و این باعث میشه که این افراد داخل ارتش روم بشن و بعد از اون که فرستاده میشن به جاهای مختلف خب خیلی مسلمه که مسیحیت رو هم با خودشون ایمان خودشون میبرن و نکته خیلی جالبش اشاره میکنه و میگه که اولین بار که مسیحیت به انگلستان از طریق ارتش روم میرسه آره یعنی حالا اینجا بحث ارتشو رو میکنیم من میخوام اینجا یه دوباره تو،, تو میگی من یه <تصفح> توی دو قرن اول به خصوص مسیحیا کسی که به مسیح ایمان می آورد حق نداشت به عنوان سرباز به ارتش روم ملحق شه ولی افرادی بودن که توی ارتش بودن و بعد به مسیح, مسیح ایمان می آوردن پس چون حالا به مسیح ایمان آوردن ارتش اینا رو میفرسته به کشورهای مختلف اونا هم پیغامشون رو به عنوان یک جنرال یا یک سرباز مسیحی با خودشون بردن مره. و توسعه دادن پیغام انجیل رو دقیقا دقیقا و بعد یه نکته آخر دیگه درباره روم اشاره میکنه اون صحبت خلع روحانی هست و باز بودن به ادیان دیگه درباره اون خودت میخوایی توضیحی بدی؟ آه باز همین مسئله نارامی هایی که وجود داره وجود جنگ ها و چون این, این اشخاص... با تمام قربانی هایی که برای این خدایان می کردن باز این تراژدی ها باز این جنگ ها این هم وجود داشت و نیاز روحانی رومیان رو هم به نظرم این مذاهب فراهم نمی کردن مسیحیت الان یک فرصت بسیار عالی رو پیدا کرده توی امپراتوری روم که بیاد مذهبی هست که میتونه یک در مورد یک خدایی که شخصی و یک ارتباط شخصی رو با مردم ایجاد می میکنه رو معرفی بکنه و فکر تو این خلأ روحانی مسیحیت جایگاه خیلی خوبی رو داره آره یعنی اینجا حالا اینطوری داره میگه کارز میگه یه سری اقوامی که شکست خوردن به امپراتوری روم حالا اومدن زیر نفوذ روم دیگه اعتبار دین و ادیان و خدایانشون از دست دادن گفتن اگه خدای ما قوی بود پس چرا ما به روم شکست خوردیم این یکی یکی اینکه تعداد ادیان در امپراتوری روم که بهش میگیم میستری ریلیجن ادیان رازآمیز رمزآمیز از همه جا بیشتر ا... حالا عرفانی اون نمیخوام با ناستیسیزم اینجا قاطی بکنیم بهش با. میگه میستری ریلیجنز ادیان سری حالا چه از آفریقا چه از چه از یعنی مصر چه از شرق از ایران مثل میترایزم و غیره ادیان های رازی هم زیاد شده بودن یعنی از یه طرف بازا... دین بازاری بازار دین بازار آه. دین و مذهب داغ بود چرا چون به خاطر یک خلع روحانی مردم دنبال یک معنویتی بودن که ارزاشون بکنه دروستا. دنبال اون میگشتن و بازار دین داغ بود ولی ارزا نمی کرد. این خلع درونی امپراتور رو. امپراتوری رو یعنی خیلی ها یه زبون دیگه میخوام بگم خیلی در امپراتوری روم به آخر خط دین و مذهب پدری رسیده بودند. بذار اینطوری بگیم که بابا این سنت ها این خدایانی که داریم این همه حالا صحبت فلسفه یونان هم میکنیم خیلی دیگه اصلا ایمانش رو به این خدایان از دست داده بودن آه. به خاطر تفکرات فلسفی خیلی خیلی رسیده بودن به آخر این که بابا این دین و مذهب ارسی که به ما رسیده دیگه برای ما کار نمیکنه پس تو این خلع روحانی مسیحیت یک پیغام جدید داشت یک،, یک مثل معلان که من اینو گفتم اینو واقعا دربارش فکر نکرده بودم ولی یاد ایران امروز خودمون افتادم که خیلی یا باسهشون دیگه دین ارسی اجداد و پدران و مادرانشون دیگه دمسته. کار نمیکنه تو دنیای امروز و این خلع روحانی تو ایران حالا بنده ادعا ندارم که همه تو ایران میخوان مسیحی بشن هم ابدا ولی چه باز بودن به ادیان شرقی تو ایران بودایزم، هندویزم، یوگا، مدیتیشن چه فرقه های دیگه، چه مسیحیت یا ادیان دیگه همین خلع روحانی که امروزه یه ایرانی خودش حس میکنه آه. که دیگه آقا دین اجدادی دیگه جواب امروز منو نمیده همین خلع تو امپراتوری روم هم وجود داشت بروز. که دیگه ادیان اجدادی جواب نمیده و مسیحیت بالاخره یه حرف جدید بود که ما شاهدان یک کسی هستیم که همین اتفاقا تازگی ها افتاد ام. این یک پیغام جدیده و خود همین و این اون عمق وجود تو رو میتونه لمس بکنه اون خلای تو رو میتونه پر بکنه پس این فاکتور دیگه بود که بشد. بشد. پیغام مسیح رشد میکنه در امپراتوری و در حتی در طرف شرق امه. خب ما بر از اون میرسیم به قسمتی که ارزم به خدمتتون زبان یونان هستش آها. و پس حالا بودن آره، حالا پس بخش بخش دومه بخش دومه. بخش, بخش. بخش دومه پس میخوایم مجزا کنیم فاکتورهایی که روم داشت برای توسعه مسیحیت و حالا فاکتورهایی که فرهنگ و یونانی, یونانی فرهنگ و زبان و فلسفه یونان. یونانی داره. کمک میکنه اشاره کردی به زبان زبان, زبان یونانی که زبانهایی همهگیر همگیر بود مخصوصا زبانی زبان به قول معروف اندیشمندان آها. و این این همگیر بودن زبان یونان هم این فرصت رو ایجاد کرده چون خیلی از ما عهد جدید رو به زبان یونانی داریم و یه زبان عامی مردمی هستش که زمان صحبت میکنن و نویسندگان انجیل یوحنا متا که حتی نقل قول هایی رو هم که دارن از عهد عتیق میکنن از نسخه سپتوجنت دارن استفاده میکنن که به یونانی قبل حدود دو 200 50 سال قبل سری میرم آره. آره نه 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 <applause> داری میگی نه, نه نه, من میخواستم دوباره رپ بدم به همین ام. که تقریبا میتونیم بگیم مثل جایگاه زبان انگلیسی تو دنیای امروز درسته که امروزه دیگه واقعا همه میدونن اگر برای تحصیلات و علم میخوای پیش بدونی انگلیسی بدونی درست نام. تقریبا این نقش رو میشه گفت زبان یونانی داشت توی مدیتر دنیای مدیترانه و اینکه آره ما میبینیم که شاگردان مسیح همه یهودی ولی انجیل و رساله ها رو به چه زبانی می نویسن یونانی درسته چرا چون داره این نامه ها به جاهای مختلف میره اگر تو اسکندریه در مصر هستی یا در روم هستی حتی اون موقع یعنی تا قرن بسط های قرن دوم دوم سوم مسیحی های روم یونانی می نویسن درسته. الان ما همه میگیم روم لاتین روم لاتین ولی طبعا. یونانی لاتین هم بود ولی یونانی اینقدر توسعه پیدا کرده بود که چه آفریقا میخواستی نامه بنویسی چه بین خاور میانه میخواستی نامه بنویسی چه توی آسیای صغیر چه توی اروپا با زبان <تصفح> یونانی, یونانی, این کار رو میکردی و این حالا میخوام اینجا یه کانترست بکنم برادرمون آرمان رشدی تو کتاب سرگذشت مسیحیت در ایران زمین یکی از دلایلی که برادر آرمان حالا روش انگوش میذاره که چرا مسیحیت اونطوری که در امپراتوری روم روش کرد در ایران مشکل پیدا کرد اینه که زبان مسیحی های بین النهرین زبان سوریانی بود و این زبان سوریانی زبانی که قرنها ادامه پیدا میکنه در مسیحیت شرق ولی در ایران ما همه یک زبان نداشتیم زبان پهلوی هم بود و ناهی های مختلف ایران یک زبان نداشتن و برادر آرمان میگه در مقایسه با امپراتوری روم که همه میتونستن یونانی صحبت بکنن تو ایران میبینیم که این مشکل زبانی یکی از موانع از بوده یکی از فاکتورهای بوده که مسیحیت اونطوری رشد نکرد مثل دنیای امپراتوری قبل که اینم خواستم عزیزان بدونن که زبان یه فاکتور خیلی مهمه و این زبان یونانی خودش یکی از فاکتورهای خیلی مهم بود برای بودن زبان یونانی حتی بعد از قبل از مسیح به خیلی بب از یه و یهودیان هم توی اشاره کردیم خارج از اورشلیم بودن خارج از اسرائیل هم بودن به این زبان تصورات آره, کامل یعنی در زمان عیسی مسیح خود یهودی هم دیگه ابری بلد نیستن زبان یهودی هم زبان آرامی میشه ارامیک میگیم مثل همینی که در قرون وسطا فقط کشیشا لاتین بلد بودن مردم عام دیگه اون لاتین کلاسیک و بلد نبودن پس حتی قبل از زمان مسیح هم همین شرایط بود که خود یهودیای یهودی های بین و و ایران و اینا زبان آرامی صحبت می یهودیای یهودی های اسکندریه و زبان... میتر قبل زبان یونانی صحبت می و عهد عتیق هم به زبان یونانی ترجمه شد که سپتوجنت بهش می‌گیم و شاگردان مسیح اکثر وقتا وقتی دارن نقل قول میکنن از عهد عتیق توی عهد جدید ترجمه یونانی عهد عتیق رو دارن استفاده میکنن نه از عبری مستقیم پس یونانی یه فاکتور وسیله مهم بود برای توسعه انجیل یکی دیگه از فاکتورهایی که خیلی تاثیر داشته روی ارائه مسیحیت به دنیای امپراتوری روم فلسفه یونان بوده من توجه کردم خیلی از نوشته های عهد جدیدی که داریم مثل متا خیلی مفهوم کانسپت خیلی یهودی درش هست خب مخاطبم خیلی یهودیان هستن انجیل یوحنا رو داره یوحنای رسول می نویسه در همون آغاز انجیل خودش وقتی داره از کلمه خدا استفاده میکنه داره از مصوبات که توی برنامه های قبلی از قالب فرهنگی و قالب فلسفی اینجا به صورت خیلی مشخص استفاده میکنه تا یک مفهوم یهودی رو به شنوندگان یونانی و رومی خودش برسونه <تصفح> من <مناسبه تصفح> این ای ای فلسفه یونان هم خیلی نقش مهمی تو این قسمت داشته آره آره حالا تو داری اشاره به کلمه لوگوس می‌کنی اینجا آره البته آره آره حالا من وارد الان انجیل یوحنا نمیخوام بشم چون الان بیشتر محققین عقیده دارن که قالب یونانیش خیلی کمتر از همون قالب یهودی در انجیل یوحنا حالا سر این نمیخوام وارد بحث بشیم ولی این واقعیت هست که پدران کلیسا به خصوص وقتی صحبتشون رو خواهیم کرد جلسات بعد به اشخاصی مثل جاستین مار، یوستین شهید و دیگران که به, کلم به اون اهمیت لوگوس میچسبند تا انجیل رو به متفکرین امپراتوری معرفی بکنن انجیل مسیح رو بله از قالب فلسفه یونان استفاده میکنن خیلی زیاد و سعی میکنن توضیح بدن که چرا حالا من نمیخوام وارد درس بعدی بشم ولی میخوان توضیح بدن که مسیحی ها به دو خدا ایمان ندارن مسیحی به یک خدا ایمان دارن ولی اون خدا لوگوسش رو در مسیح تجسم داده همونطوری که انجیل یوحنا به ما میگه پس بله قالب فلسفه یونان خیلی قالب مهمی برای توصیف و برای دفاع, دفاع از ایمان مسیح. برای دفاع از ایمان مسیح که حالا بهش خواهیم رسید ولی نکته دیگه ای که این در واقع به نکته بعدی که آها. اشاره میده می‌کنه در واقع در مورد, در مورد تعالیم افلاتون هستش و نه نه قبل از که به افلاتون این نکته مهم دیگر هم میخوام بهش اینجا اشاره بکنیم م. که فلسفه یونان نه فقط قالب فکری و یک ابزار به مسیحیان میده برای رشد پیغام مسیح بلکه It had discredited polytheism among ها. the educated elite یعنی فارسی چی باید بگم؟ در اون،, اون اندیشمندان یونانی این چند خدایی رو رد می کردن یعنی آره، فلاسفه یونان نفوز فلاسفه یونان در امپراتوری روم به این, ش... به این حد رسید که متف... افراد تحصیل کرده ی روم یا طبقه بالای روم بحر. دیگه به خدایان ایمان نداشتم درست معبد بود خدایان بودن مجسمه هاشون بود قربانی باید بهشون میکردی ولی حتی خودشون میگفتن نه بابا خدایان سمبل نیروهای طبیعت دیگه خدایان دیگه کسی به خدایان نمیتونه اعتقادش شاعرای خودشون هم. توی اشعار خودشون های خودشون این بت‌ها رو به مسخره و سوطری کشیده بودن این خوشم یعنی آره. اونجا... پس میخوام بگم دادستم. یکی از جوطوری آماده شده بود برای پیغام انجیل که کسی دیگه واقعا جدی نمی گرفتش م. که نه ما چند تا خدا داریم و این خدایان هستن خودشون دیگه دور شده بودن از این چند خداپرستی پرستی اولسن خودش با. اشاره میکنه میگه که این افرادی که این فلاسفه و خیلی شاعران کسایی که متفکر فلسفه یونان بودن با این مسائل این مسئله رد میکردن خب به خاطر اون جو و حاکمی که توی امپراتور روم بود و از همه میخواستن به حال توی این خدایان دیگر رو بپرستن تو این بودکده ها و مراسم این هم شرکت می کردن برای هم به خاطر نگاه داشتن قانون هم خاطر فن و این تفنن اجتماعی بره. که اونجا شد وجود داشت بنابراین آره. ولی در, در تفکرات خودش کاملا اونها رو آره. پس خود تفنیدن. همین زمینه مهمی برای رشد مسیحیت که ایمان داره به وحدانیت خدا و اینکه این خدا لوگوسش رو فرستاده برای مکاشفه خودش نجات ما پس این هم فاکتور مهمی و حالا مسئله افلاتون رو بگو دیگه به فاکتوره های بعدی نمیرسیم تا برنامه بعدی دیگه به دقیقی دقیقی نداریم؟ ولی افلاطون اهمیت افلاتون رو میخوام برامون بگی حالا اهمیت تعالیم افلاطون باز اینم یه جوری ارتباط داره به اون صحبت قبلی ها. و فیلسوفای یونان افلاتون افلاطون صحبتی که در مورد چون بازی ایده فرم ها و اینها این رو داشت افلاطون یک تفکر فلسفی جدیدی رو آورده بود و می گفت هر چیزی که در این دنیا وجود داره در واقع سایی از یک حقیقتی در دنیای دیگه هست. آره یعنی من میخوام ساده بکنیم نمیخوام وارد صحبت فرم های افلاطون بشیم ولی میخوام این رو بگم چکیده نفوذ افلاتون بخوایم خلاصه بکنیم اینه که دنیا فقط این دنیای مادی, مادی نیست که ما میبینیم این دنیای مادی انعکاس کننده یه حقیقت بالاتر از یک عالم بالاست پس همینی که اش مخاطبین انجیل با این پیشفرش دارن انجیل رو میشنوند که این دنیا فقط نیست حالا کسی به رستاخیز از مردگان ما نداره مسئله مادیات اون... جایگاه خیلی پایینتری داره آره. ولی این ما. که ولی این که یه دنیای ماورای ما هست یک عالم بالا هست درسته. و ما با اون عالم بالا باید ارتباط داشته باشیم اگر میخواد این زندگی مفهوم و هدف پیدا بکنه حالا تو این قالب مسیحا میگن آره یه عالم بالا هست و از اون عالم بالا لوگوس اومده جس پوشیده که با ما این رابطه رو برقرار درسته. کنه پس همه حالا یک سری فاکتورهای یهودی هست و یه سری فاکتورهای دیگه که تو برنامه بعد بهش میرسیم ماشاءالله اینقدر مطلب زیادی که نمیشه همه رو خلاصه کرد توی برنامه نیم ساعته ولی دو میخوام دوستان ما ببینن که خدا در توی تاریخ داره کار میکنه ام. تاریخ تصادفی نیست درسته. پس تمام اون ات... با تمام اون خونریزی ها و کشتار های امپراتوری روم به جای رسید روم که یک آرامش نسبی داشته باشه که تو اون آرامش نسبی خدا داره کار میکنه درسته. امروز هم تو ایران ما با تمام این بالا پایینی ها شاید ما بگیم که خدا کجاست ولی باید ایمان داشته باشیم که در پشت این صحنه ها همه چیز به هم کار پشت میکنه پشت این صحنه ها نقشه میفته. خدا داره جلو میره درست آره اتفاقات تلخ میفته ولی پشت تمام این تلخی ها خدا داره خدا کار حاکم ای مطلق این اینو توی تاریخ ده 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 هم میبینیم شوش. و تو زندگی خودمون هم امروز میبینیم چقدر شیرینه چقدر چه اعتماد خوبی به ما میده چه آرامش رو در ما به وجود میاره آمید. که آمید. همتی گفت الان ایران ما دست دستخوش خیلی مسائل سیاسی هستش مسائل اجتماعی است تلخی که عیزان داخل ایران خیلی بیشتر واقعیت واقعیتر باهاش تجربه میکنن تا کسایی که من من اصلا. خادمی نمیشستم اسم نمیارم که رهبران های ایران بودن قبل از انقلاب میگفتن ما قبل از انقلاب تو خیابون مجانی انجیل میدادیم طرف اصلا قبول نمیکرد مینداخت سطل آشغال آزادی بود جفای دینی نبود ولی کسی اصلا علاقه نداشت بخواد انجیل بخونه انجیل چیه خیلی اتفاقات آمان. افتاده تو این سی سال ولی الان مردم طوری تشنه انجیل که منزه کافی نمیتونیم مثلا انجیل چاپ درست پس همین حالت ها تو اون زمان هم اتفاق دفتدهش. خدا اینا, اینا, یک دید وسیع رو میده همون صحبت که اول میده دید وسیع میکنه میده به ما از کاری که خداوند در طی تاریخ برای کلیسای خودش و برگزیدگان خودش انجام میده با ما باشید هفته آینده ما به قسمت ششم سیری در تاریخ کلیسا خواهیم پرداخت و بیشتر تاریخ رو با هم خواهیم شد.